رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتم شهادة إذا دعي إليها كان كمن شهد بالزور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. برادراي محترم، ما وشما در درس قبلي عن طريقة تعيين انتخاب أمير شرعي ورا بيان كردم كشرعا كأمير تعيين ميشا هو از طرف أهل الحل والعقد تعيين ميشا. أهل الحل والعقد يرى معناه شكردم، ومراد از مردم كيا سورا بيان كردم أهل الحل والعقد شرائطش چی باشه، عدالت باشه و یا مردم عدل باشه، اثر و رسوخ داشته باشه و علم داشته باشه. آل امو طریقه انتخاب به اصطلاح که او در دموکراسی ای رئیس جمهور انتخاب میشه، یا در جمهوریت امو رئیس دولت انتخاب میشه، حال طریقه از یار بیان میکنیم. باز ما گفتیم که حال مصیبتی است که دموکراسی و جمهوریت هر چیز از غرب آمده، دلایلش مسلمان تا میتراشه. جمهوریت و دموکراسی یه از یوروپ و از امریکا و از یهود و از نصارا آمده، دلیل تراشش ملاسب میکنه، دلیل شکی می تراشه، ملاسب جور میکنه. اصلی مصیبت در اینجا است. در جمهوریت و در دموکراسی در این صندوق ها گذاشته میشه، مردم میه و جرای خود را میندازه، اون باز دیگه مردم که هر کس زیاد رای برد دیگه، و اگه دیگه براستی برد، اگه با چل و با فریب برد، تو که مطلب در صندوقا کسی رایش بسیار شد، شاید او صندوقا را از پیش خود پر کرده باشه، یا شاید در وقت حساب زیادت و نقصان شده باشه. خب هر طب تقدیر دیگه، اونه که کس رایش زیاد شد او به پارلمان می آید، باز بعد از او که به پارلمان آمد او رئیس پارلمان میشه، باز یا قانون جور میکنه و یک چیزی را حرام میگه، یک چیزی را واجب میگه، یک چیزی را جایز میدانه، دیگه فیصله میکنه. و یک دیگه انتخابات میکنه به خاطر رئیس دولت، و امو تو صندوقا را میمانه دیگه، مردم میایه نامه را میندازه دیگه، باز امورای را حساب میکنه. آخر یکی مثال میگه یک میلیون رای برد، دیگه دو میلیون برد، دیگه سه میلیون برد، یگان بیچاره مواره نامایش گرفتن چی جایز است، چی ضرورت نیست که نامش بگیرم. او بیچاره میگه یکی بود سه رای برده بود، یکیش خودش انداخته بود، یکیش پدرش بود، یکیش پسرش بود، بس خلاص دیگه کس برش رای ننداخته بود. بعضی هایی تو میشه، باز امو که بسیار رای برد بازو چیز میشه، رئیس جمهور میشه دیگه، گپ خلاص شد. برای ازی باز یا دلیل تراشی از قرآن و از حدیث میکنند، میگه در قرآن هم انتخابات آمده که شما رای بتن و به اصطلاح امی انگلیسی ووت بیندازن،
رای بیتن دیگه. چطور دلیل میگه؟ اول دلیل میگه میگه تو که رای میتی تو شهادت میتی، تو شهادت میتی که بسیار خوب آدم است. پس یا اگر توی شهادت را نتی اون او مردمای بد میایه و شهادت آدم بد را شهادت میگه، اون او آدم بد باز انتخابات میبره. این مسئولیتش کلگی سر گردن تو میشه. خیلی شما کلگی مردمای خوب براید، شما شهادت هم مردم خوب را بگوید که تا شهادت های شما زیاد شوه و آدم خوب سر کار شوه و آدم بد سر کار نشوه. میگه چرا شهادت است و سر ما لازم است؟ میگه این الله تعالی میگه ولا تکتم الشهاده، شما شهادت خود را پت نکنید. و من یکتمها فانه آثم قلبه، یقینا کسی که شهادت را پت بکنه یعنی در انتخابات رای نندازه و آدم صالح را تایید و تقویه نکنه، فانه آثم قلبه، از این مردکت دلش گناهگار است. والله بما تعملون علیم، الله تعالی اون چیزی که شما عمل میکنید به او علم داره. پس ضرور انتخابات بیاین، رای خود بیاندازین، به مردم نیک و صالح شهادت بگوین که تا مردم نیک و صالح و انتخابات را ببره. اگر شما به او شهادت نتین و مردم بد به مردم بد رای میته، اون رای از او زیاد میشه، مردمای بد سر کار میشه، باز تو گناهگار میشی. فانه آثم قلبه، ولی دلیل ازش، دلیل ازش. خواه شما جواب ازیر دهی باره اگه حدیثم نقل میکنه، مکحول از ابو برده روایت میکنه، ابو برده از پدر خود ابو موسی اشعری روایت میکنه، ابو موسی اشعری از نبی علیه السلام روایت میکنه. نبی علیه السلام ارشاد میکنه من کتم شهادتن اذا دعی الیها، میگه کسی که یک شهادت را پت بکنه وقتی که او به او شهادت دعوتم شوه که بیا ایجا شهادت بگوی، بازو شهادت نبگوی یا شهادت خود را پت بکنه، کان که من شهد به زوره، میگه ای آدم آنقدر گناهگار شد مثل که کس شهادت دروغ بگوید. مثلا زید سری عمر قرض داره 1000 روپا 2000 یک لک دو لک، این من شاهد استم از معامله قرضش خبر استم، تو شاهد استی از معامله قرض ازو خبر باشی. زید که سری عمر دعوا کرد موتور گفت که بیاین شاهدی بگوین، ما گفتم برو ما سبق میخوانم بیکار نیستم، یه دیگه گفت برو ما کار دارم ما بیکار نیستم، شهادت ندادیم که ندادیم، قاضی فیصله کرد که برو قرض نداری. اون پیسه زید ضایع شد، مال زید حق زید ضایع شد. میگه ای که تو در شهادت حق دعوت شدی و تو شهادت ندادی، ای آنقدر گناه است مثل که کس شهادت دروغ گفته باشه، کس که شهادت دروغ گفته باشه. میگه حالی که تو به ووت انداختن برای انداختن دعوت میشی و تو رای نمیندازی، میگه تو آنقدر گناهگار شدی مثل که یک جای شهادت دروغ داده باشه. ای دلیل دومی از یه شد. شما آلی جواب زیر گوش بگیره. اول جوابشی تو از کیجا تو میگی که مراد از شهادت رای انداختن است در آیت شریف ولا تکتم الشهادت ولا تکتم آراءکم، رای خود را پوشیده نکنید. و من یکتمها، کسی که رای نندازه، فانه آثم قلبه، همین تو معنا میگی. یا در حدیث شریف من کتم شهادتن، کسی که رای خود را پت بکنه، اذا دعی الیها، وقتی که ای به ای رای انداختن دعوت شوه، میگه ای تو گناهگار است که من شهد بزوره، مثل که کس شهادت بزور گفته، یعنی رای به دروغ انداخته باشه. خواه جواب از ای تو است، ای قرآن کریم آل نازل نشده، قرآن کریم 1400 سال پیش نازل شده و قرآن کریم ای از خود تفسیر داره. قرآن کریم یک تفسیر قرآن با قرآن می باشد. در بعض جایا خود قرآن با قرآن تفسیر شده. مثلا ما در سوره فاتحه میگیم اهدنا الصراط المستقیم، یا الله بر ما هدایت بکن امرای مستقیم را، صراط الذین انعمت علیهم،
راه آنان که تو بر آنها نعمت کردی، رحمت کردی. آلی مردم کی است که الله بوا انعام کرده؟ انعمت علیهم، که الله سرش انعام کرده. ایره ده دیگه آیت الله تعالی خودش ذکر میکنه. و من یطع الله و الرسول، کسی که تابعداری الله و رسول الله را بکنه، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، ی مردم با آنان یک جامع باشه که الله سر او نعمت کرده است. انعم الله علیهم، و کی است که الله سرش نعمت کرده؟ من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. ی ان منعم علیهم، انعم الله علیهم، ی انبیاء الصدیقین الشهداء الصالحین است و حسن، بسیار خوب است این مردم، رفیقا به اعتبار رفاقت و مصاحبت و اندیوالی، یه بسیار خوب مردم است. خب اول قرآن خودش قرآن تفسیر کرده در بسیاری جایا، در بعض جایا باز نبی علیه السلام تفسیر کرده، تفسیر درجه دوم، او که نبی علیه السلام یک جای تفسیر بکنه. مثلا در قرآن بسیاری آیات مجمل است، اقیم الصلاة، شما نماز را برپا کنید. آل نماز چطور برپا کنیم؟ دیگه وجود قرآن کریم تفسیر از این آمده، صبح چند رکات است، چاش چند است، دیگر و شام و خفتن و رکوع چطور می باشه، سجده چطور می باشه، در رکاتای اول قرات است نیست، در آخری این کلگی تفصیلات نبی علیه السلام به فعل خود کرده. آلی که ما شما که صبح دو رکات فرض می خوانیم، دو سنت می خوانیم، این در قرآن ذکر نشده، یه در احادیث نبی اسلام وضاحت شده. و آتو زکات، شما زکات را ادا بکنید، یه تفصیلات زکات دیگه در قرآن نامده که از نقره چقدر زکات می باشه، نصابش چقدر است، از طلا چقدر زکات است، نصابش چقدر است، از بز و گوسفند و گو و شتر و این نصاب و اندازه ای ازی، این کلگی چیزا را احادیث بیان کرده. دوم درجه تفسیر و تفسیر قرآن بالحدیث است. سوم درجه تفسیر و تفسیر قرآن به اقوال صحابه است. صحابه بسیاری قرآن تفسیر کرده. و فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، در قلوب منافقین مرض است، الله تعالی مرض ایشان را دیگه زیاد کرد. ایجا بعضی صحابه میگه فی قلوبهم مرض ای شک، در دلشان مرض شک است. بعضی میگه فی قلوبهم مرض ای نفاق، در دلشان مرض نفاق است. اون یک مرض را بعضی صحابه یک تفسیر کرده، بعضی دیگه تفسیر. این تفسیر سوم درجه تفسیر، تفسیر صحابه است. چهارم درجه تفسیر آن تفسیری است که او با لغت عرب و با اصول شریعت به این موافق باشه. این چهارم قسم تفسیر شد. عالم یعنی به این مردم که یا میگه که رأی دادن یه شهادت است، در این آیت شریف از شهادت رأی مراد است، ما این را میگیم که این شهادت قرآن بر رأی تفسیر کرده، این را حدیث شریف تفسیر کرده، این را کدام صحابی تفسیر کرده، یا این در لغت عربی شهادت به معنای رأی میآید که شما رأی خود را بیاندازین، ووت خود را بیاندازین، این تفسیر کی کرده؟ اگر در این چار قسم باشه صحیح است، بر رأس و العین ما قبول میکنیم. اگر این تفسیر شهادت نه در قرآن به این معنا شده باشه، نه در حدیث، نه در قول صحابی و نه به لغت عربی تطابق داره، خیمه چطوری رم رای تو قبول بکنم؟ این قابل قبول نیست. این تفسیر بر رأی فاسد است، این تفسیر بر رأی فاسد، این قابل قبول نیست. یه جواب منعی شد، جواب منعی ایتو شد که ما قبول ندارم که ایجا شهادت در ای آیت و در ای حدیث از ای رأی مراد است. اگه ایجا شهادت رأی مراد می بود، یه را قرآن یا نبی علیه السلام یا صحابه کرام ای تفسیر می کرد، یا در کتب لغت عربی ای تفسیر پیدا می شد. ای قرآن خو عربی نازل شده، ای قرآن خو زبان موتو نیست، ای با عربی نازل شده، بگیریم لغت عربی را که در کجا معنای شهادت را به رأی کرده، به ووت کرده و به ایچیزا کرده. این جواب منعی شد. دوم
خواه ایره کم زر وضاحت بکنه وش کوی گپم یاد بگیرن تفسیر قرآن کس برای خود نمی کنه به این تو رأی که او با قرآن و حدیث و با قول صحابه و با اصول شریعت و با لغت عربی تطابق نداشته باشه این تو تفسیر آدم نبکنه اگه این تو تفسیر به رأی را بکنی در بسیاری موارد آدم به کفر میرسه مثلا آلی آیت شریف وعبد ربک حتی یأتیک الیقین تو پروردگار خود را عبادت بکو کتاب تو یقین بیایه یعنی تا وقت یقینه یه را اگه تو به ظاهر آیت شریف سیل بکنی پس باید ما و شما دیگه یکی مم نماز نخوانیم عبادت نکنیم ولی ما و شما یقین داریم یا نداریم که الله تعالی واحد لا شریک است آو الله تعالی واحد است لا شریک است نبی علیه الصلاة والسلام نبی از او است قرآن حق است جنت حق است جهنم حق است صراط حق است ما در روز قیامت میزان است طول اعمال میشه کسی که ترازوی اعمالش گرنگ شد و حسناتش به بهشت میره کسی که سیئاتش زیاد شد و به جهنم میره این کلگی ما یقین داره خب پس دیگه باید عبادت نکنیم الله تعالی خواهمین تو میگه وعبد ربک حتی یأتی یکل پروردگار تا عبادت بکو کتاب تو یقین بیایه با ما خونه یقین آمده دیگه بشینیم قرار اگر کس گفت که او بچه نماز بخون او نماز خواندن خود آمدن یقین است یقین آمده دیگه چی کار داری؟ این تو معنی که بکنی این تو معنی را آدم اگر بکنه یه سم سعی ملحد و کافر و مشرک میشه این تو معنی را تو نمیتانی بایی که از ظاهر آیت شریف فهمیده میشه نه تو که این معنی را میکنی تو به کتب تفسیر رجوع میکنی تو به تفسیر صحابه رجوع میکنی به تفسیر نبی اسلام رجوع میکنی دیگه به اصول قرآن رجوع میکنی در دیگه آیات ها که تو رجوع بکنی وجه خو عبادت تا وقت مردن عبادت است الله تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وش که شما نمیرید مگر در حالی که شما مسلمان باشید معلوم شد تا وقت مردن ما باید عبادت بکنیم از این خاطر عبدالله ابن عباس میگه ایجا مراد از یقین ای یقین قلبی نیست میگه مراد از یقین ایجا مرگ است وعبد ربک حتی یعطی یکل یقین حتی یعطی یکل موت تا بری تو مرگ بیایا یعنی تا دم مرگ تو عبادت الله را بکن از موت چرا با یقین تعبیر کرده میگه بخاطر که مرگ یقینی است با هر کس میایا ای دیگه چیزا یقینی نیست حالی مثلا شاید بسیاری مردم و بخی زن نگیره یقینی نیست که زن میگیره اون بسیاری مردم زن نمیگیره اون تو در تجرد وفات میشه بسیاری زن ها شوهر برش پیدا نمیشه بسیاری مردم از زن میگیره پسر پیدا نمیشه بسیاری مردم پسر پیدا میشه دختر نمیشه بسیاری دخترش پیدا میشه پسرش نمیشه بسیاری مردم تب تلاش دنیا میکنه حاصل نمیشه در حیات ما دیگه چیزا ای تو است که وا یقینی نیست شاید حاصل شو و شاید نشو یک چیز است که به هر کس حاصل میشه که او مرگ است اگر امیر باشه فقیر باشه وزیر باشه پاچا باشه گدا باشه عالم باشه جاهل باشه هر کسی که باشه یقینا میمیرن از این خاطر از مرگ تعبیر با یقین کرد وعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى يأتيك الموت در دیگه آیت الله تعالی می فرماید فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضه فما پس آن زنهای استمتعتم که شما فایده بگیرید به آن زنها منهن عزیزنها فآتوهن شما بدهید به ایشان اجورهن اجرت ایشان را فریضتن به طریقه فرض آل اگه ای آیت را در روشنایی اصول شریعت در روشنایی تفاسیر سلف اگه ای را ترجمه نکنی ظاهر آیت اگه نظر بکنی سم دلیل برای زنا جور میشه سم ظاهرش برای زنا دلیل جور میشه فما پس و زنی که استمتعتم شما به او مزه گرفتین استمتع 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 باب استفعال است از متاع
با او زنایی که شما به او مزه گرفتید من هن عزیزنها فآتو هن شما بدهید بریشان اجور هن جمع اجره امو اجر و مزدری و پاداش که تو امرایش تعیین کردی امو اجره شه بده دیگه خود از نام می تو میشه در زنا خو مرد بر زن امو تو میگه که بیا یک زنا میکنی می قپیسه برت می تو خوی خوی ظاهری آیت هم امو تو هست دیگه میره تفسیر کن دیگه برو ایره بز زناکارا بده دیگه که برو کارتان جور سین آیت شریف نوشته کنین سریم لوحه های خود نعوذ بالله من ذالک که این الله تعالی فرموده است این تفسیری که بکنی از اینکه در کافر کلان بروی زمین موجود نمیشه چرا این تفسیر نمیتونیم این تفسیر نبی اسلام نکرده ایره صحابی نکرده ایره سلف صالح نکرده ایره ائمه مجتهدین نکرده تو از پیش خود اینجا برای ما تفسیر جور نمیکنی از پیش خود که تفاسیر جور کنی کلگی کفر بر مردم از قرآن ثابت میکنه تفسیر که در قرآن و حدیث میکنی تفسیر قرآن به قرآن قرآن به حدیث قرآن به قول صحابی قرآن مطابق لغت عربی و اصول شریعت از این سرتر دیگه از خود تفسیر نمیکنی تفسیر به ذوق سلف صالحه این قرآن خالی نامده این قرآن در زمانه نبی اسلام تفسیر شده صحابه را تفسیر کرده ائمه مجتهدین را تفسیر کرده ای ما که هستیم اصلا این سلفی ها که هستیم این سلف ما و شما هستیم سلفی ای دیگه بیچاره خو سلفی ها نیستن و خو سلف را دو میزنن اصلی سلفی کی هست؟ ای ما و شما اصلا سلفی ها هستیم بخاطر که در هر مسئله اقوال سلف را بیان میکنیم در این مسئله فلانی تو میگه فلانی تو میگه عبدالله ابن عباسی تو میگه عبدالله سعید ابن جبیری تو میگه حسن بصری تو میگه امام ابو حنیفه تو میگه احمد ابن حنبلی تو میگه امام محمدی تو میگه فلانی تو میگه از خود هیچ چیزم نمیگم با این مردم میگم تو که معنای شهادت را بر رأی میکنی با اوت میکنی بیار دلیل ازیره برای ما پیش کن از پیش خود خو برای ما تفسیر نمیتونی که تو بشینی با قرآن کریم دیگه از پیش خود تفسیر بکنی و در این مسئله اوش کو یه بعضی مردم میگه فلان تفسیر کرده فلان تفسیر کرده پشت فلان فلانش نگردین ما اکثر برای مردم میگم فلان کی است فلان موار یک ملا است بس خلاص منتها ای قدر فرق داره مدرسه از کم ذره کلان است شاید موتر از کم ذره قیمتی باشه پیسه از کم ذره زیاد باشه شهرت از کم ذره زیاد باشه دیگه سخن او سخن ما یک شم در شریعت سند نیست در شریعت که سند است قرآن و حدیث و اجماع و قیاس مجتهد سند است ای خودگه ای تو نیست که قولی از سند است قولی ما سند نیست در بعضی مسائل شما خوب فکر بکنید ای تو نگوین که فلان ملا میگفت ملا باز ملای ای زمانه او ملا و ما ملا خودگه فرق نداریم فرق ما صرف در مو است که او کم ذره شاید پیسهش از مکه زیاد باشه ملایش کم ذره زیاد باشه مدرسه‌اش کلان باشه مسجدش کلان باشه مترش کم ذره قیمتی باشه شهرتش زیاد باشه شهرتش چی باشه دیگه آمدیم در شریعت قولی از او حجت نیست که قولی از او قرآن و حدیث شد نه قولی از او را ما پس در میزان شریعت انداخته او را وزن میکنیم اگه او غلط بود ما او را تردید میکنیم خواهیکی یکی از دلایل از جواب بود که را ما جواب کردیم خوی جواب طریقه منعی کردیم قبول نمی کنیم که در این آیت شریف از شهادت رأی مراد است چرا قبول نمی کنیم؟ این تفسیر نه قرآن کرده نه حدیث کرده نه صحابی کرده نه به اصول شریعت موافق است نه به لغت عربی موافق است دوم این جواب تسلیمی است قبول کردیم که در این آیت ولا تکتم الشهادت و من یکتمها فإنه آسم قلبه یا در یه حدیث من کتم شهادتا قد دعی الیها فانه کمن شهد بزوره کان کمن شهد بزوره کسی که شهادت را پت بکنه بعد از اینکه او به شهادت دعوت شد و بعد شهادت را پت بکنه ای تو اس مثل او کسی که شهادت به دروغ بگوید قبول کردیم که ایجا مراد دی آیت و حدیث از شهادت رأی است از شهادت مراد ووت است تسلیم کردیم آل جوابش را سیل کنه اول در شهادت خوب با شریعت در شریعت اصول معتبر شده شهادت هر کس قبول است یا شهادت عادل قبول است شهادت
عادل قبول سو کسی که او متصف به عدالت باشه، او فاسق نباشه، او فاجر نباشه، او بدکار نباشه و از اصول و از معیارات شریعت تجاوز نبکنه، شهادت او کس قبول میشه. الله تعالی می فرمایه و اشهدو ذوی عدل منکم، شما شاهد بگیرید ذوی عدل، دو صاحب عدل را منکم از شما. خواه آمدیم در رعیه در اوت انداختن در یه عدالت متبر است یا هر کس اوت انداخته میتونه، هر کس رعی انداخته میتونه، اگه کافر باشه، اگه مسلمان باشه، اگه هندو باشه، اگه کمونیست باشه، اگه نشنالیست باشه، اگر بلا باشه دیگه هیچ فرق نداره، یعنی میگه رعی میده دیگه. در شریعت خو شهادت فاسق و فاجر و کافر یا معتبر نیست، در رعی دادن چی است؟ معتبر است. تو یک باری را شهادت میگی و بعضی شرایطش معتبر نمی کنی، خب باید به کلگی شرایط امی شهادت یک جا شده بازی قبول شود. دوم، در شهادت گفتن خود دو زن برابر چه است؟ یک مرد است. الله تعالی می فرماید واستشهدوا شهیدین من رجالکم، شما شاهد بگیرید دو مرد از مردای خودتان. فإن لم یکونا رجلین، اگر دو مرد نبود فرجل و امرأتان، دو مرد نبود یک مرد آمد، باز دو زن شاهد بیار به جای یک مرد دو زن. ممن تردون من الشهداء، این شهدا هم از اون مردمای باشه که به او شما رضایت داره، نور خوش میکنین. از این علما میگه ممن تردون من الشهداء، یعنی تو شاهد را بیارن که او را شما خوش دارن، یعنی که او عادل باشه، به خاطر که مردم شاهد عادل را خوش میکنه، شاهد فاسق و فاجر را کسی خوش نمیکنه. میگه چرا به جای یک مرد دو زن باشه؟ انت دل احداهما، به سبب این که اگه یکی از این زنها خطا شوه فتذکر احداهما الاخرى، باز امو دیگه امو یکیش و دیگه را سخن یاد میده. این زنها که است حافظه از یا کم زر کمزور است، سخن زود از یادشان میره. اکثر که در خانه و در زن از تو یک چیزی طلب کرد، کالا و بوتا و غیره و غیره، ای تو جواب نده که من ایره نمیارم، اگه پیسه نبود دیگه تا قدرت نبود امرای شواده بگذار که بلکل بری ما بان ما بریت میارم بخیر، اگه صبح شد اگه دیگه صبح شد، ای تو که وعده ایشتی پیسه نبود، بس یک دو روز که تیر شد و گپ از یادش میره دیگه، باز که دیگه وقت پیسه پیدا کردی بازم او کالا بوتا متاره برش بیار، باز که برش آوردی میگه او یه را خو من یک وقت طلب کرده بودم، تو میگه آه دیگه خو از یاد تو میره، از یاد من خو نمیره دیگه، ما خود تو نیست. خواه میگه انت دل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، میگه بخاطر این که اگه یکیشان سخن فراموش بکنه باز او یکیش به دیگه یاد میده که گپی تو بود ای تو بود. خواه آمدیم باز به این مردم، اگه شما شهادت را رعی میگین پس در رعی دادنم باید دو زن برابر چی باشه؟ برابر یک مرد باشه، و او دو زن با یک مرد برابر است یا یک مرد و یک زن برابر استن؟ سر به سر استن. میگنه از زنم یک رعی، از مردم یک رعی. خیلی تو که یک باری را شهادت میگی باید خوب باید اردوش برابر بکن، دو زن به جای یک مرد باشه، و جا باید رایش بگیری یا از این دو تا حساب بکنی، از مرد یک تا حساب بکنی، و باید همون تو شوا. اگه ای تو بکنی ایره باز اروپایا و غربی هم رایت قبول داره و برات میگه که برو دیوانه، انتخابات و رای دادن از طرف ما آمده و اصولش تو از قرآن جور میکنی، از قرآن جور نمیشه یا از طرف ما جور میشه، مرد و زن برابر است. حال خیلی چرا اصول قرآن فراموش کردی؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ای را یک بار شهادت میگی برای او ای که امریکایا و غربیا و یا دموکراتا یا خوشحال شوه، باز که وقت گیر آمدی باز میگی نه در اینجا باز در دو برابر است و تکفرون ببعض، به این دیگه آیت باز کافر میشی، باز دو زن با یک مرد برابر نمی کنی، باز سر به سر گپ میزنی. فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، جزای مردم نیست مگر رسوایی در حیات دنیوی می باشه و به روز قیامت به سخت عذاب یا پیش می شود.
امی مردما که برای کفر و برای دموکراسی و برای جمهوریت دلایل قرآن و حدیث میگه. یه یکی از دلایل از یا بود که یا از آیت و حدیث استدلال میکنه و یه امو جوابایش بود. اولش جواب منعی بود، دومش جواب تسلیمی بود که تسلیم کردیم باز و قول از یا را جواب کردیم. خواه یک دیگه دلیل یا میگه، ای تو دلیل میگه، میگه وقتی که ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه در سقیفه بنی ساعده از طرف مردم بعضی مهاجرین و بعضی انصار امرای زی بیعت شد، باز میگه در صبحش ابو بکر صدیق در مسجد آمد، کلگی مردم باز امرای زی بیعت کرد. میگه این ای بیعت کلگی مردم در صبح سقیفه بنی ساعده، میگه ای در معنای انتخابات عام شد، در معنای انتخابات عام شد. انتخاب ابو بکر صدیق تانور خو قبلنم گفته بودیم، وقتی که نبی صلی الله علیه وسلم وفات شد، انصار، مردم انصار، مردم اصلی مدینه منوره یا در سقیفه بنی ساعده جمع شده بخاطر تعین امیر. ابو عبیده ابن جراح پیش ابو بکر و عمر آمد برای یارد و گفت که بین خود به انصار برسانیم و اوجا ما بین خود امیر تعین میکنه، نشوه که وا یک امیر تعین بکنه ما دیگه امیر تعین بکنیم و این مفزی به کلان جنجال و به کلان مخالفت شوه. ابو عبیده ابن جراح و عمر ابن الخطاب و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنهم یارفتن پیش انصار. او جمره ازواب جر و مباحثه صورت گرفت. انصار اول می گفت که یک امیر از شما باشه و یک امیر از ما باشه. ابو بکر صدیق برش بیان کرد که تو نمیشه، این مردم قریش مردم قبول داره، این مردم قریش در جزیره العرب ایتو بودن از وقتای وقت مثل سردارا واری کلگی عرب یا را به چشم عزت می دیدن بخاطر که یا مجاورین بیت الحرام بودن یا خدمت مسجد الحرام را می کردن. مردم که به حج می آمدن این مردم قریش وارا بسیار خدمت می کردن، در دل کلگی مردم یا بسیار محبت داشتن. در چهار اطراف جزیره العرب مردم یکی به دیگه جنگ میکرد و غارت میکرد و دزدی میکرد و خواهد مردم قریش کس امرای کس غرضی نداشت بخاطر امی حرم، مثل که در او آیت شریف هم میایه صورت لئیلا فی قریش ایلا فیهم رحلت الشتاء والصیف، میگه ای از وجه الفت انداختن پروردگار بود که الله تعالی محبت قریش در دل مردم انداخت. و یا سفر میکردن در به شام و به یمن در زمستان و در تابستان، هیچ کس با یا غرض نداشت. ابو بکر برشی بیان کرد و کرد و انصار به این قانع کرد که بس از شما امیر نباشه و امیر از قریش باشه. امو بود که به دست ابو بکر صدیق تانو بیعت صورت گرفت در سقیفه بنی ساعده. باز در صبح امیر روز ای خو در روز وفات نبی علیه السلام بود، بر روز دوشنبه بود، در روز سه شنبه باز نبی علیه السلام در مسجد غلط شدم. ابو بکر صدیق صاحب در مسجد النبی صلی الله علیه وسلم آمد، باز کلگی مردم جمع شده با هی بیعت کردن. میگه این ای بیعت روز دوم هی به معنای انتخابات عام شد. به معنای چی شد؟ و روز اول روز دوشنبه که میگه امرای ابو بکر صدیق در سقیفه بنی ساعده کدام بیعت صورت گرفت، و میگه بیعت خلافت نبود، و جایی خلیفه نشده بود، او جا صرف نام ابو بکر صدیق به خلافت پیشنهاد شد. چی شد؟ و میگه کاندید شد در مجلس سقیفه بنی ساعده. ابو بکر صدیق چی شد؟ او کاندید شد بر ریاست جمهوری. رای که به ای داده شد، ای باز به صبحش رای داده شد، به روز سه شنبه کلگی مردم جمع شده به ای چه دادن؟ رای دادن. ای دلیل دوم از یا است. میگه این انتخابات ثابت شد. یک چک چک فهمیده؟ واقعا چی میکنه دیگه؟ واقعا چک چک میکنه. ما نارای تکبیر میگه دموکرات ها چی میکنه؟ واقعا دیگه یک چک چک، این انتخابات ثابت شد. خواه جواب زیر شما گوش بگیرن.
جواب شیتو است که اصلا ابوبکر صدیق در روز اول در سقیفه بنی ساعده و به او بیعت خلافت شد و ای به روز دوم که ای آمد مردم امرایش بیعت کرد یه بیعت خلافت نبود. ای بیعت دو قسم است، یک بیعت الانعقاد است، یک بیعت الطاعت است. دیگه بیعت الطاعت، بیعت الانعقاد یه میگه که اهل الحل والعقد با یک امیر بیعت بکنه امارت امیر منعقد شوه. بی بیعت اهل الحل والعقد از امیر امارتش چی میشه؟ منعقد میشه، واقع میشه، متحقق میشه. در روز اول در روز دوشنبه امیر تو شد که مردم سقیفه بنی ساعده با اسلام و اهل الحل والعقد که در سقیفه بنی ساعده جمع شده بودن و که وقتی با ابو بکر صدیق بیعت کردن با یه بیعت ابو بکر صدیق یه امیر شد. یه را بیعت الانعقاد میگه، بیعت الانعقاد با یه امارت امیر منعقد میشه، متحقق میشه، ثابت میشه. یه که باز ابو بکر صدیق روز سه شنبه بر صبح در مسجد آمد و مردم عام ما آمد امرای زی بیعت میکرد، یه را بیعت الطاعت میگه. مثلا ولی ما و کل شما چند نفر از اینجا بریم که ما میریم پیش امیر المومنین چی میکنین؟ بیعت میکنیم. و میگه سهی بیاین دیگه بریم و جمعه زو باز بیعت بکنیم. آلی امیر المومنین به این بیعت ما امیر شد یا از این که پیش امیر شده؟ از این که پیش که کسی را اهل الحل والعقد که امرایزی بیعت کرده و به او بیعت امیر شده. ما که آل امرایش بیعت میکنیم میره بیعت و طاعت میگه که امیر المومن سیب ما تابداری فرامین تو را در زوء قرآن و حدیث میکنیم. یه را بیعت و طاعت میکنه، یه را بیعت و لنقاد نمیگه. یه جواب منعی شد، جواب منعی تو شد. ما قبول نداریم که روز دوشنبه که با ابو بکر صدیق کدام بیعت شد او بیعت نبود، بلکه او ابو بکر صدیق را کاندید کردن به ریاست جمهوری به خلافت. باز بیعت که امرای رأی عام که به ای داده شد او روز سه شنبه بود، مردم آمدن به ای ورد دادن. ما گفتیم ما ای را قبول نداریم، بلکه به روز دوشنبه که کدام بیعت با بکر صدیق شده بود او به خاطر کاندید شدن او نبود، او بیعت الانعقاد بود، به او به امارت ابو بکر صدیق منعقد شد. به روز سه شنبه که باز مردم بیعت میکردن او بیعت الطاعت بود. اگه او بیعت الطاعت می بود اگه نمی بود ابو بکر صدیق خلیفه شده. جواب تسلیمی قبول کردیم که روز اول بیعت الانعقاد نبود و بیعت به خاطر کاندید شدن بود، تعیین به خاطر تعیین کاندیدی ازی بود. با روز سه شنبه باز رأی عام داده شد، انتخابات شد. خب تسلیم کردیم که گپ در عظمی قرار است. خب باز اعتراض دیگه میکنیم که این انتخابات عام نشد، صرف مردم مدینه آمدن امرای زی چی کردن؟ به این رأی دادن که تو امیری ماستی. مردم مکه آمده بود؟ نه، مردم طائف، مردم یمن، مردم دیگه چهار اطراف یکشم حضور نداشت. خیلی چطور انتخابات است که یک مردم مدینه میاد یک نفر خلیفه میکنه؟ باید مردم مکه میگفت که ما را قبول نداریم، کار خود کنه، ما دیگه امیر به دیگه کس رای میتیم. مردم طائف میگفت که ما به دیگه کس رای میتیم. مردم یمن میگفت که ما به دیگه کس رای میتیم. اگه ما قبول بکنیم که این رأی بود، روز اولی کاندید شده بود، باز سه شنبه مردم به این رأی دادن، خب بازم خو انتخابات عام نشد، کلگی به این رأی نداد، بعضی مردم به این چی داد؟ رأی داد. خب بازم خو مطلوبی تو حاصل نشد. تو خو انتخابات عام میگی که کلگی مردم به چی بتا؟ رأی بتا. اگه کلگی رأی نتا بازو امیر جور نمیشه. یه دلیل دوم ازی بود، از یا بود و یه جوابش بود، یا بعضی دیگه دلایل هم پیش میکنه، او را انشاءالله در مجالس بعدی بیان میکنیم. استغفر الله تعالی لی و لکم و لسائر المسلمین و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت التواب الرحيم. یا الله ای بیانات در حضور خود قبول و منظور بفرما، اگر چه زیادت و نقصان اشتباه شده باشد تو برای ما معافی بکن.
بحاضر مجلس فضل الكرم بكو يا الله توفيق عمال صالحة بما أعطا بفرما مجاهدين اسلام نصرته معاونت بكو بنجاي أهل اسلام بخير رافعت بخانشان بگردن مرضهای ظاهری و باطنی و معنوی ما را یا الله از فضل خود از رحمت خود علاج بکو یا الله طالبا را علمای با عمل بگردان یا الله برای ما شرایط و شرایط خدمت و درس و تدریس و عبادت و اطاعت را مهیا و مناسب بگردان و صلی الله تعالی علی خیر خلق.